فتوای مفتی اعظم مصر درباره طالبان. مفتی احمد طیب، مفتی اعظم و امام کبیر مسجد جامعه الازهر که از جمله معتبرترین مرجع فتوا در جهان هست، در یک پیام توییتری شهید ایاز نیازی را دوست و برادر خطاب کرده و طالبان را مسئول ترور وحید دانسته است. همچنین در مورد جنگ افغانستان میگوید: روز جمعه گذشته جمعی از دوستان چندین بار از من درباره جنگ افغانستان پرسیدند. من قبلا در این مورد گفتم و باز هم تکرار میکنم که جنگ افغانستان کاملا حرام و برادرکشی است، مخصوصا حالا که بین گروه طالبان و دولت آمریکا توافق صلح صورت گرفته است. این جنگ قطعا مسلمان کشی است. نیروهای امنیتی افغانستان در این جنگ برحق هستند و کشته شدگان آنها شهید، اما گروه طالبان در جمعه لشکر جهل محسوب می شوند و خواندن نماز جنازه آنها جایز نیست. قرار بود با دوست و برادرم شهید محمد دکتر ایاز نیازی و جمعی از علمای بزرگ جهان اسلام درباره جنگ افغانستان یک کنفرانس بزرگ اسلامی داشته باشیم، اما طالبان این لشکر جهل و بربریت دکتر نیازی را به شهادت رساندند. از خداوند متعال برای دکتر نیازی، مولوی مفلح و تمام قربانیان جنگ افغانستان بهشت برین و برای گروه طالبان هدایت براه راست استدعا دارم. این فتوای مفتی اعظم مصر درباره طالبان در حالی نشر می‌شود که قرار بود بر اساس توافقنامه باقی مانده زندانیان دو طرف آزاد شوند. حکومت افغانستان 5000 زندانی طالب را و شورشیان طالب 1000 نیروی حکومتی را باید آزاد می‌کردند که اکنون دولت 3500 زندانی و طالبان 700 زندانی را آزاد کردند. در اعلامیه سفارت آمریکا آمده است که زلمه خلیلزاد در دیدار با وزیر امور خارجه و رئیس کل ستاد ارتش پاکستان گفت طالبان و حکومت افغانستان به آغاز مذاکرات بین الافغانی و حل فوری معضلات نزدیک هستند و تاکید کردند که این مسئله باعث صلح و توسعه در منطقه خواهد شد. و گفته وزارت خارجه آمریکا در اوایل هفته مایک پامپو وزیر امور خارجه آمریکا با ملا غنی برادر رئیس هیئت مذاکره کننده و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق تماس ویدیویی گفتگو کرده است. آقای پامپو در این تماس ویدیویی از طالبان خواسته است تا با تعهداتشان که شامل حمله نکردن بر نیروهای خارجی و افغان و کاهش خشونت هاست وفادار بمانند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از آگاهی در مورد قضیه مشکوک پرداخت. انعام روسها به طالبان انکار کرده و روسیه این اتهامات را مزخرف خوانده و طالبان هم با رد این موضوع گفتند که ما با کمک های مالی آژانس های اطلاعاتی خارجی نیاز نداریم. یک مقام استخبارات افغانستان میگوید تامین منابع مالی طالبان از طریق کشت، قاچاق مواد مخدر و کمک های استخبارات کشورهای منطقه به خصوص روسیه صورت میگیرد. بر اساس توافقنامه طالبان تعهد کردند که خشونت ها را کاهش دهند، با گروه های تروریستی چون داعش مبارزه کنند و اطمینان دهند که بر ضد آمریکا و متحدانش از خاک افغانستان استفاده نمی شود. طالبان همچنین گفتند که آنها نیروهای آمریکایی را هدف قرار نخواهند داد، ولی با مبارزه با نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. یکی از اولین مواردی که در دستور کار مذاکرات بین الافغانی قرار دارد ظاهرا آتش‌بس دائمی است، اگرچه سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی قطر گفت تا زمانی که 5000 زندانی طالب که فهرست آن به حکومت داده شد آزاد نشوند مذاکرات صلح آغاز نخواهد شد.